آشورا یعنی تلاطم غیرت برابر طغیان نفس سرکش آشورا یعنی عمود آهنین بر فرق میر علمدار آشورا یعنی دو دست بریده کنار نهر القمه آشورا یعنی آب یعنی آتش یعنی شریعه فراد یعنی نهر القمه یعنی لبان خشکیده و آشورا یعنی حیای مقابل ما قابل معصومیت ستارگان کهکشان حرم و شرمندگیش برابر چشمان منتظر تشن کامان آشورا یعنی اگر دین نداری لاعقل آزاده باش و آشورا یعنی تجلی تمالات انسانی بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام و احترام خدمت همه شما عزیزان بیننده آرزومند بهترین لحظات هستم ایام سوگواری و ایام ازاداری سالار شهیدان بر همه ما و شما تسلیت باشه عزاداری هایتان قبول باشه و به رسم ادب سلام کنیم از راه دور به ابو عبدالله الحسین السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین انشاالله که در بین الحرمین همه ما آنجا باشیم و از حال و هوای با صفای حرم سید شهدا امام حسین علیه السلام بهره ببریم کربلا نصیب همه شما عزیزان بیننده باشه شما هم بیننده برنامه روشنا هستین امیدوار هستم که تا آخرین لحظات همراهی کنین و همراه ما باشین همراه با خواهر خوب ما خانم دکتر رضایی هستیم در استودیو سلام علیکم می خدمتشان و عزاداری هایشان را قبول حق میگیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم محضر شما همکار محترم و همینطور همه بینندگان عزیز و محترم و من هم تسلیت عرض میکنم کنم فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری و عزاداری سرور و سلام شهیدان حضرت عبدالله الحسین علیه السلام رو و امیدوار هستم که خداوند این توفیق رو و این معرفت رو به همه من و شما بده که همه ما و همه بینندگان و همه محبین و شیعیان و دوستداران اون حضرت و همه آزادگان عالم همه اونهایی که به معنای واقعی کلمه آزادی و آزادگی و آزاد مردی رو سرمشق و سلوه زندگیشان قرار دادن خدای توفیق رو به همون بده که به معنای واقعی معرفت و درک بله. معنی درست نهزت امام حسین رو بفهمیم و علاوه بر اون شور و علاوه بر اون مهنت و غمزدگی و سوگواری انشاءالله بریم به سمت شعور بریم به سمت تبعیت کردن و بریم به سمت اینکه ما هم جزء پیروان حقیقی باشیم فقط صرف عزاداری و سوگواری ان کفایت نخواهد کرد اگرچه بسیار بسیار مقدسه و بسیار ارزشمند بله. ولی در صرف این گام و در این بله. و جایگاه ماندن کفایت نمیکنه ان که خدا بهمون همون توفیق بده که شور و شعور حسینی رو هر دو با هم در خودمان و در خانواده ایمون و در جامعه ایمون و در سطح کلان در جهان ان الله الهی آمین کن. سپاسگزار هستیم شروع بسیار خوبه بود که خواهر خوب خانم رضایی عزیز برای ما و شما رزوها و دوهای بسیار خوبه کردن ما هم آمین گفتیم و شما عزیزان بیننده هم که در خانه هستین و بیننده برنامه هستین همچنان همراهی کنین و با تمام وجود صحبتها را گوش کنین و انشالله که بتانیم در زندگی خودمان عمل کنیم ما گفتیم که آشورای کلاس درس هست یک دانشگاه هست و برای ما آموزه های زیادی داره و کسانی که زیارت آشورا را میخوانند و هر روز اونها را مطالعه کنند چقدر زیبا هست که ما یکی از درس های مهمی که در آشورا داریم این است که ما را شاکر و شکرگزار بار میارن یعنی که ما تربیت میشیم یکی از درس هایی که باید از روز آشورا و قیام آشورا بگیریم نیست که باید شاکر باشیم باید شکرگزار باشیم من قسم که در زیارت آشورا میگیم که اللهم لک الحمد و حمد شاکرین یعنی که ما باید شکرگزار باشیم اگر چه در سختی ها و مشکلات و مصیبت ها باشیم ولی باز هم باید شاکر باشیم و شکرگزار باشیم و این درس بزرگی است که باید از قیام آشورا و نهضت آشورا بگیریم و این درس های بزرگ باعث میشه که ما به کمالات انسانی برسیم و موضوع امروز ما هم کمالات تجلی کمالات انسانی در نهزت امام حسین و قیام امام حسین علیه السلام هست انشالله که به تمامی کمالات انسانی دست پیدا کنیم و نتیجه قیام آشورا هم همی هست برای ما و صحبتهای ما هم نتیجهش همی هست که انشاالله بتانیم به این کمالات انسانی دست پیدا کنیم خانم رضایی عزیز تجلی کمالات انسانی میخوایم که کلا این موضوع رو برای ما باز کنیم یعنی چی؟ اگر ما بخوایم که تجلی کمالات انسانی داشته باشیم این ربطش به قیام امام حسین چی هست؟ بله تشکر میکنم از شما من به عنوان آغاز صحبتم دو بیتی مشهور و معروف است که احتمالا عزیزان و بینندگان ما شنیدن ولی بسیار زیباست و همینطور متناسب هست با او بحثی که انشاءالله قرار است که در طول جلسات آینده ادامه بدیم و پیگیری کنیم با بینندگان عزیز نازم و ناموزگاری را که در یک نصف روز دانش آموزان عالم را چنین دانا کند ابتدا بهم. قانون آزادگی نویسد در جهان بعد از آن با خون 72 دو دو تن امضا کند این واقعیت غیر قابل این کاری است که ما قیام امام حسین رو و نهضت حسینی و مکتب حسینی رو نه فقط در چهارچوب مذهب و نه فقط در چهارچوب یک به عبارت باور مذهبی مقدس و حتی نه فقط در چارچوب دین مبین اسلام بلکه به عنوان یک مکتب جهانی به عنوان بعده، یک بعده. الگو و عصفه جهانی مطرح میکنیم آموزگاری که در کل عالمین به همه آزادگان دقیقاً. به همه آزادی خواهان به همه هایی که آزاد فکر می‌کنند آزاد می‌اندیشند و به دنبال آزادی و آزادگی هستند در یک نصف روز حضرت آنچنان درسی میدهد ابتدا قانون آزادی نویسد در, در جهان درحب. آزادگی بعد با خون هفتاد و دو تن حالا یا کمتر یا به طور کلی تعداد یاران حضرت رو منظورمونه امضا کند لذا ببینید خوام زوری نکته مهمی که هست به صورت خاص و ویژه تاکیدم بیشتر روی نسل امروز ماست متاسفانه میدانید که در همه شعائر و مناسک و, و ما من به بارتی مراسم مذهبی و دینی همونطور که یک باورها و ارزشها و اعتقادات مستحکمی در پی اونها هست که هر سال هر روز و در زمانها و مکانهای خاص خودش تکرار میشه از او بر حجمه ها و شبهات و به عبارتی سوال ها یا بیشتر بله، من مقصد سوال برای فهم نیست مقصد ایجاد اشکال و ایجاد یک خورده و ایرادی است و این نوع تهاجم و حمله است یکی از مسائلی که در این عصر زمان ما هم بسیار پررنگ شده نیست که مثلا خصوصا در مورد جوانان من و جوانان رو مطرح میکنن که هزار و نزدیک به هزار چهارصد سال پیش که اتفاقی بلی افتاده بلی. الان در سال هزار اصلا و احسن قمری هستیم قیام محسن مربوط به سال شست و تقریبا هزار و سی خورده ای هزار و کمتر هفتاد سال از این ماجرا گذاشته خب تمام شد دیگه هر سال زنده کردن چرا. این ماجرا دوباره تکرار کردنش مثلا از قبل از محرم ما دیگه بلی گرفتن بلی. و در روز حداقل دهی اول محرم به این قسم مثلا در سبک کلی سیاه پوشیدن و از کردن گلی کردن بعد خب شب آشورا و آشورا تمام میشه شام غریبان باز مثلا حداقل مثلا ما داریم در درسته. عرف آمیان حداقل تا هفتم مثلا هفتم امام بعد باز شهادت امام سجاد میشه شهادت امام سجاد باز مثلا روزه حضرت زینب در شام سفر درسته. شام تا میرسیم به فرموده شما به چهلم و به اربعین بعد از اربعین خب باز 28 سفر میاد رحلت پیغمبر اسلام و در نهایت سفر رو ما با شهادت امام ختم میکنیم یک این است که ای چه به اصطلاح به اصطلاح تکرار مکررات است این که تمایل بیش از اندازه داریم به این که, که میدارید متاسفانه در همین یک هفته اخیر هم یک چیز پررنگیست که سیاه پوشیدن تان چیست چرا حالا سیاه میپوشین گریه میکنید فقط در خانه هایتان گریه کنید چرا اصرار دارید که کل فضای جامع بله. جامعه رو مثلا به سمت سیاه پوش کردن و این پرچما و علمایی که میزنید و این مثلا داخل کوچه و خیابان مثلا موکب میزنید و فلان این چه اصراری است که شما برای قضیه دارید خب یک اتفاقی بوده گذشته و تمام شده خب اگر عزاداری هم میکنید داخل خانه‌هایتون بشینید گریه کنید بله کما بله. که مثلا ما برای شهادت امام صادق گریه میکنیم برای شهادت امام حسن عسکری گریه, گریه میکنیم ای این سب سیاره که این زمان قدیم در افغانستان هم همین قسمم هم بود درست خب الان در حال حاضر پررنگ‌تر و بسیار یک اشکال و میگن که خب این چه میلی و چه, چه؟ یک عزاداری است نکته مهم و نکته جدی است که ما امام حسین رو یعنی اصل اساس نهزت حسینی فقط نهزت عشق نیست امه. نهزت سیاه پوشیدن و نهزت ازاداری کردن نیست نهزت حسینی نهزت بیدارگریست نهزت داره. تجلیه کمالات انسانیست نهزت است ما دقیقا در مکتب امام حسین فقط صرفا به دنبال این که عشق دیده. بریزیم بر مزلوت امام حسین نیستیم یعنی گریستن نیست نگریستن, انسان انسانسازی دیده. و انسان شدن و رسیدن به اوج کمالات انسان. است که ما اینکه ما امام حسین علیه سلام رو و یاران و اصحاب اون حضرت رو در اوج میدانیم تکرار این ماجرا و بزرگ داشته این ماجرا و پرداختن به این ماجرا به خاطر اهمیت و دقت کردن و توجه کردن و انشاءالله انشاءالله در پس این اهمیت دادن و دقت کردن تبعیت کردن پیروی کردن و مندی کردن و اجرای و کمالات در مسیر زندگی ما هست. یعنی من اگر هر سال در محرم شروع میکنم مثلا به پرچم سیاه زدن و بعد می السلام از سلام علیک یا عبدالله یا سلام بر تو ای مظلوم شهید قصد این نیست که فقط مظلت میخوام مثلا جایگاه امام رو به عنوان یک آدمی که به تشنگی <applause> چند روز تشنگی کشید بعد در یک ایم. مثلا مجاهده خیلی سخت در یک مبارزه خیلی سخت شرکت کرد و بعد به شهادت رسید حالا ما گریه کنم که چرا, چرا مثلا به شما آب دادم چرا چتنه تشنه آه. شهید شدی فقط صرفا باید. چرا؟ ما به چرا من این به این عنوان من گری، گریستن را دارم کمان که میدانید که از ارزشمندترین فضائلی که در روایات ما و حتی ما در سیره پیامبر داریم که اولین کسی که مثلا حالا در سیره اسلام قبل از این اتفاق گریسته و عزاداری کرده برای ما مثلا خود وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام خود پیامبر این گریان نیست در روز قیامت که بر عوام بله, از کرده بله. خب پس ما میخوایم منظور ما اصلا هدف ما از این به اصطلاح عنوانی که شما مطرح کردید و ان شاء مباحثی که از این پس در پی خواهیم گرفت است که این نکته بسیار واضح و روشن بگوییم که ما نهزت ما که اصلا واژه نهزت رو به کار میبریم نهزت یعنی گری یعنی زنده کردن یعنی آه. یک نوع نهزت یعنی به عبارتی از جا حرکت دادن تهیج کردن،, کردن،, کردن احیا کردن, احیا کردن. ما نهزت حسینی رو به این دلیل با این عظمت و با این شکوه داریم به عبارتی به اون میپردازیم به خاطری که نگاه به فرموده شما در پس گریستن ما رو به یک عمقی از باور برساند دقیقا. که نگرش ما رو نسبت به جهان هستی بله. و نسبت به پیرامون ما تغییر بده و اون نگرش باعث بشود که هر کدام از ما یک یکی از اصاب و یارانه یعنی هر کدام از ما با نگرش حسینی قیام کنیم قیام این کنید. قابلیت رو پیدا کنیم دقیقا. که انشالله قیام بکنیم بله. و قیام ما تصویر گذار باشیم و یاد ما آمد از این موضوع که امام زین العابدین علیه سلام هم گریه هایی داشتن که او گریه هایشان خودشان فرهنگ سازی کرد بله، و س... بله، بله. کار سیاسی و فرهنگ اجتماعی انجام داد بله، بله. و حضرت زینب بله. تقدیم شما میان برنامه و وقفه و همچنان همراهی کنید قبول باشه ازاداری های همه شما خانواده های عزیز و فامیل های محترم و همه هموطنان عزیزم امیدوار هستم که ما را هم از خیرتان فراموش نکنین و یکی از مفاهیم بزرگی که در کمالات انسانی بسیار زیاد میتونه اهمیت داشته باشه و تجلی کنه همین انتخاب درست و انتخاب صحیح هست بسیاری از ما و شما در بسیاری از مسیر زندگی خود ما انتخاب هایی داریم که باید انتخاب صحیح باشه اگر بخوایم که عاقبت به خیر بشیم و مسیر درست را انتخاب کنیم به عنوان مثال در شب آشورا بسیاری از اصحاب امام حسین علیه السلام انتخاب صحیح کردند و در کنار امام حسین علیه السلام ماندن و بسیاری هم انتخاب صحیح نداشتند و از امام حسین دور شدند و این گونه انتخاب ها میتونن جزء تجلی کمالات انسانی باشند انتخاب های زیادی در صحنه آشورا بوده هر یکی از افراد بسیار بزرگی بوده که با انتخاب صحیح و تصمیم صحیح تانست که در کنار امام حسین قرار بگیره و در رکابش به شهادت برسه و عاقبت به خیر باشه پس انتخاب های بسیار زیادی ما در زندگی داریم و همچنین انتخاب های بسیار زیادی در قیام و آشوراست که همه اونها درسی برای ما حالا میشنیم از زبان خواهر خوب خانم دکتر رضایی که ببینیم که انتخاب صحیح چگونه میتواند در تجلی کمالات انسانی ما بسیار زیاد نقش داشته باشه خانم رضایی عزیز خب تجلی کمالات انسانی در نهضت امام حسین علیه السلام و انتخاب صحیح میخوایم نسبت به این موضوع گفته کنیم بله خب وقتی ما صحبت از کمالات میشه پس نکته اولش است که باور داریم به این که آنچه که این نهزت رو پایدار کرده وجود یک سری ویژگی ها فضائل و به عبارتی کمالات بسیار بسیار خاصی است که در نهزت آشور آنقدر خوش درخشیده و اونقدر اوج پیدا کرده مم. که ای رو باعث مندگاری او در پی چارده قرن شده یعنی ما در نهزت آشورا در مورد افراد در مورد حالتهای اونها و در مورد رفتار اونها در حتی همون نصف روز درست. همون نیمه از صبح روز آشورا تا مثلا نیمه های ظهر یا بعد از ظهر او در حد یک نصف روز نوع برخورد این آدم ها و ب... چون مورخان ما داریم که دیگه نزدیکترین موارد کسایی بودن که یا خودشون شاهد بودن یا از شاهدان این ماجرا ماجرا رو شنیدن و بعد ثبت شده ببینید این نکته مهم است که حالا باز ما تاکید میکنم خصوصا برای نسل جوان ما اینکه که ما ببینید ما در همه جوامع استوره ها و قهرمان ها و الگوها مطرح هستند بله. حتی در جوامع غیر دینی حتی در جوامع م. لایک به هر حال آدم ها اصلا سنت به عبارتی انسانی برای که همیشه یک اوج رو برای آدم ها به عبارتی کمالی رو یک... بله به دنبال از هستن. انگیزه داشته باشیم برای که خودمون رو به اوج برسانیم درست. پس ولزا مطرح کردن اسطوره ها و, و به عبارتی ایجاد اصلا کلن اسطوره و اسطوره سازی یکی از مفاهیمی است که خصوصا در مباحث اجتماعی و در مباحث تربیتی و روانشناسی بسیار بسیار مهمه به ویژه در عصر زمان ما مم. خب ببینید جوان من این رو مطرح میکنه که من میخوایم امام حسین رو به عنوان الگوی خودم قرار بدم به چه قسم، چه بعد تازه وقتی که اگر ما فقط تاکید ما به زهوری در نهضت امام حسین فقط بر تاکید ما بر مظلومیت امام حسین و تاکید ما بر گریستن و عزاداری کردن و سیاپوش کردن و هیئت برگزار کردن باشه جدای از اینکه بپردازیم به فلسفه این نهضت به هدف این نهضت به نتایج و ثمرات این نهضت نپردازیم واقعا این قسمت قضیه بسیار بسیار گنگ و مبهم میبانه <متصف> نکته مهمی که ما در بحث قیام امام و نهضت حسینی داریم این که در این نهضت یک سری از مفاهیم بسیار بسیار تجلی کرد که یکی از اون مواردی که میشود از همون آغاز شروع کرد هم بحثی که شما به اشاره کردید بس انتخاب <متصف> <بس. متصف> نکته مهم ببینید این که ما قبلا هم اگر عزیزان بیننده ما همراه ما بوده باشن در برنامه قبلی و در موضوعات بارها و بارهایی رو که ما آدم ها از لحظه تولد بلد. تا پایان مرگ به نص سریح آیات و قرآن دائما در حال چی؟ در حال ابتلا امتحان و آزمون بلد. هر لحظه زندگی ما یک نوع آزمونه بله. در تجربه خب این امتحان ما در این امتحان چه اتفاقی میفته؟ خب طبیعتا به عبارتی در بعضی از مسائل هست که دو تا وزنه دو تا کفه وجود داره و این مه هستم که بر اساس اراده و اختیاری که خداوند تبارک و تعالی به مداده عقل و فکر و تفکر و شعوری که به ما داده بر مبنای او در این دو تکفه ای ترازو به اصطلاح انتخاب یعنی آزمون که قرار می بله بله. چپ یا راست خوب یا بد خیر یا شر نیکی یا مثلا بدی دنیا یا آخرت ام. هر چیزی حالا اینا که خیلی واضحه گاهی میگیم که همه انتخاب اینقدر روشن نیست که درست و نادرستش اینقدر واضح باشه ولی گاهی وقتا چون ما داریم که در روایات تاکید شده که فرق بین حق و باطل گاهی بسیار بسیار یعنی از مو باریکتر هستی که به همون خاطر هم بسیاری در طول تاریخ بشریت در ادیان متفاوت و از جمله در دین ما متاسفانه به یک باریکه های بسیار بسیار ظریفی دچار یعنی انتخاب است که سرنوشت ما را مشخص میکنه خب حالا نکته ای که وجود داره این که قبل از انتخاب کردن طبیعتا زمانی ما خوب می توانیم انتخاب کنیم خوم زوری که نسبت به اصل مسئله آگاهی درست داشته باشیم دقیقا بله در نهزت ما که حضرت زمانی که آگاهی پیدا میکنن مبنی بر این که یزید ابن قصد دارد ایشان را وادار به بیعت کردن با خودش بکنه یعنی, دی، یعنی به عبارتی و آگاه بودن متناسب با شرایط و از شرایط و به عبارتی احوادث و اتفاقاتی که باید. بعد امام از مدینه اقدام میکنه برای اینکه نمیخوان به پذیرنی بیعت رو حتی قبل از اینکه به اونا بسار چی بشه پس ببینید از مدینه حرکت میکنن به سمت مکه و بعد اینکه ببینید در حین الان حضرت انتخاب کردن که در طول مسیر نکنن. بیعت نکنن بیعت نکنن خب بعد نکته جالبش هست که ما داریم که در تاریخ ثبت شده افراد متفاوتی از دوستان و خیرخواهان تا اونایی که اغراض سیاسی داشتن یا اغراض شخصی داشتن میان به حضرت میگن که خب کجا میری میخوای چه کنی آه. حضرت علام میکنن که من میخوام به سمت مثلا کوفه برم به خاطری که نامه ها از قبل اومده و این اقدام صورت گرفته وفای بعد کنم وفا. میخوام که چون از ما دعوت شده چندین هزار نامه اومده میخوام به سمت کوفه برم نکته جالب اینجاست که کسی مثل محمد ابن حنفیه که برادر امام حسین هست به لحاظ به اصطلاح رابطه خونی و به لحاظ محبت و ارادت قطعا اون محبت و ارادت رو داشته میاد امام حسین حالا اگه واژه نصیحت رو بکنه برای حداقل خیرخواهی اجباری بله میگه خب برادر مثلا این قسمی ببینید ب... ب... میشود گفت که اون بحث دو دراهی وجود داره <تصفح> گرچه برای امام حسین از اول هدف مشخص بوده ولی بله خب ببینید اینجا یک محمد ابن حنفیه رو داریم که با میگه نرو آها. اون طرف بیا کن عباس ابن علی ابن عبی طالب رو داریم که نه تنها اصلا حتی یک ذره دوچاره به اصطلاح میشه گفت شک و تردید که نمیشه از همون اول و حتی داریم که در تاریخ زمانی که از طرف چون نشون میدانید که یک نسبت فامیلی مشترک در عرب هم قبیله بودن بسیار مهمه بله بله. حتی زمانی که برای ازت امان نامه میارن ام. از صرف پیشنهاد امان نامه دادن خودت کنار بکش دوستا. بیا بیرون بله. این هم برادر است او هم برادر است بله. ولی بین انتخاب امام حسین رو بر اساس اینکه هدف و به عبارتی آرمان حضرت مشخص بوده اگر به این نپردازیم حتی و اطرافیان امام حسین این طرف شما محمد بن نعفی رو داریم اون طرف عباس بن علی بن طالب رو داریم بله. هر دو هم برادر هستند ولی انتخاب ای با انتخابی زمین تا آسمان فرق می‌کنه او تاکید میکنه به امام حسین از روی خیرخواهی به اصطلاح خودش آه. در تفکر خودش از روی نسیت کنه که نرو ولی حضرت عبل فضل عباس نه تنها نمیگه نرو ولی میگه من از همین لحظه که تو حرکت کردی تا آخرین نفس و تا آخرین سانی که زنده باشم خودم رو و زندگی خودم رو و جانم رو فدایتون فدا می با و, و برای مبارزه آماده هستم برای مبارزه آماده هستم. پس نگاه کنید این نکته ای که مثلا خب او هم دیندار بوده او هم از به اصطلاح از مشارکت حالا خانوادگی بگیم محبت برادری بگیم ولی انتخاب مبنا و دلیل انتخاب محمد ابن حنفیه با مبنا و دلیل انتخاب و عباس ابن علی ابن طالب حضرت اول فضل کاملا متفاوته پس این نکته مهم است که ببینید ما در نهضت حسینی دقیقاً یکی از بارزترین نکاتش این که میزان دقت ما در انتخاب کردن معیارها و مبانی که بر مبنای اونها انتخاب میکنیم. حضرت عباس بر اساس آگاهی مم. و معرفت کامل به وجود امام حسین بله. و باور به امامت امام حسین و تاکید بر که من تو را به عنوان امام خودم پذیرفتم هر مسیری که تو بری تو پیدا بخوام که پس انتخابش به خاطر شناخت بوده. بخ... دقیقاً خب اون برادر دیگه چطور شناخت دقیق نداشت شناخت, یعنی؟ شناخت نسبت به امام حسین داشته ولی شناخت نسبت به وظیفه و عمل ما ببینید فقط در مورد محمد حنفی را نداریم ما قبل از او هم در زمان در طول حیات در مورد امام حسن مشتبه در مورد یاران امام حسین امام حسین مشتبه هم همی هم داریم انحراف در انتخاب اشکال و قبل از او در مورد امیرالمومنین هم در مورد اصحاب نزدیک بله. هم داریم جلوتر بریم در مورد پیام پیامبر هم همین رو داریم م. یعنی گاهی وقت‌ها یعنی گاهی وقت ها شناخت یک نفر میتونه دقیق باشه ولی بسیاری از مسائل دیگه زندگی و روزگار مثل جا مقام م. دیگه نه فهم زر و زیور و مال و خانه و زندگی این چیزا م. مانی از این میشه که بتونه انتخاب صحیح داشته خب ببینید همین نکته نگاه کنید من میخوایم که انتخاب کنم مثلا حس دنیا پرستیم یا حس اصلا زندگی دنیا دنیا نه اصلا مال و ثروت نه آه. میخوام حفاظت از جان بکنم ببینید این مهم باز این خودش یک ای ای انتخاب است این که شما این همون جمله معروف امام حسین آیا زندگی با ذلت رو میپذیرید یا مرگ با عزت رو تمایل دارید که سالهای دیگر زنده بمانید ولی همراه با خفت همراه با یک ذلت ولی میخواهید عمر کوتاهتر بشود یک ماه دیگر زنده بمانید اون یک ماه رو طوری زندگی کنید که از لحاظ به در درون وجود خود شما و باور عزت نفستان من انتخابم این بوده که زندگی ما با عزت همراه باشه ولو کوتاهتر یا اینکه نه ببینید تمایل به دنیا پرست، به دنیا تلوید. یا حتی میل به زنده ماندن و پرهیز از اینکه میفتم به بلا اینکه مشخصه که مسیر مسیر این ترس و ای هم خودش یک انتخاب خانم رضایی بره میان برنامه هموطنان عزیزم میان برنامه آماده است تقدیم همه شما عزیزان تشکر از همراهی همه شما عزیزان بیننده سپاسگزار هستیم از اینکه همزمان با ایام سوگواری سالار شهیدان باز هم بیننده برنامه هستیم قبول باشه از همگی شما عزاداری هایتان قبول حق و انشالله که کربلا نصیب همه شما هموطنان خوبیم که همکنون بیننده برنامه هستیم در ادامه صحبت ها هستیم و انشالله که تجلی کمالات انسانی را از قیام امام حسین علیه السلام ما هم او دریافت کنیم و به او برسیم و انشالله که عمل کنیم تمامی درس هایی را که از قیام آشورا دریافت میکنیم خانم رضایی عزیز در این صحبت ها بودیم و میان برنامه رفتیم و از قیام آشورا و ای که حال در انتخاب صحیح که بسیاری از درس هایی که ما قیام و آشور میتونیم همین هست ما در انتخاب صحیح هستیم که میتونیم به آقابت آن به خیری برسیم به کمال برسیم به, کمال به کمالات انسانی برسیم, برسیم. 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 خب یک نکته ای که من احساس میکنم که باید در حالا چون در قسمت آخر برنامه هم هستیم ای را به صورت خاص تاکید می که خیلی کمک کننده است. نکته مهم است که در انتخاب ما خانم مزوری به عنوان انسان قسمت اعظمی از انتخاب های ما تحت تاثیر انگیزه های ماست. یعنی خیلی مهمه که چه چیزی مرا به تهیج و به تحریک وادار میکنه که باعث میشه به یک سمتی برم به اون انتخاب بکنم بله. ما یک در مباحث روانشناسی تئوری ها و نظریه های متعددی رو در مورد انگیزه مطرح میکنیم یکی از اونها که حالا احساس میکنم که متناسب با بحث ما بیشتر کاربردی است از خصوصا برای نسل جوان ما است که ما نظریه ای تحت عنوان انتظار زب در ارزش دو تا مؤلفه رو مطرح میکنه میگه که ببینید شما برای رسیدن به یک هدف برای یک خواسته دو تا معیار رو در نظر میگیرید یکی یک چقدر توقع و انتظار شما برای رسیدن به او چقدر است فکر میکنی چقدر خودت نزدیک به او میدانی چقدر فکر میکنی که امکان رسیدن به او وجود داره یک و دوم وقتی که توقع و انتظارت حالا کم یا زیاد است به تصور کن که اگر به او چیز برسی او چیز چقدر ارزش داره آه. یه مثال خیلی ساده میذارم این ارزشش بسیار, بسیار مهم است به ما میگن که مثلا من اینجا نشستم به میگن فلانی سه کیلومتر راه در یک مسیر سنگلاخ اگر پیاده از جایی که نشستی اگر پیاده روی کنی هوام گرمه و مثلا در یک دشت و فلان ولی بعد از سه کیلومتر به یک الماسی به بزرگی الماس کو نور میرسی سه کیلومتر هوای بسیار گرم ممکنم خطر جانی داره ممکنه بمیری مسیرم بسیار سخت سخت سنگلاخ امکاناتی هم وجود نداره دشت برهوت سه کیلومتر 3000 متر باید بری که برسی خب ای ببینید توقع ما برای رسیدن ممکنه که ممکنه بمیرم انتظار دارن احتمال دارن خطر ولی ارزشش چیست اگر سه کیلومتر طی کردن به چی خواهم رسید امه. به الماسی به ارزش یا به بزرگی یا مثلا به عبارتی مثل گرانبهای کوه بله. اما از طرف دیگه به من میگن که یک کیلومتر راه برو مسیر خوبی هم هست خیلی هم مثلا چی نیست یک کم سخت است ولی خب نهایتش میرسی مثلا فرض کنید به یک سنگ 500 گرمی یاقوت ببینید این مسیر همبارتر است بله. توقع و انتظار ما برای رسیدنش بیشتر است آه. ولی ارزشش آه. کمتر, آه. کمتر است نیم مثلا 500 گرم یاقوت حالا من یک آدمی هستم ببینید آدم ها در همین مسیر متفاوتن بله. اینکه چه اتفاقی میفته که بعضی ها مثلا انتخابایشان در لحظه حساس انتخاب مثلا طرف میگه که نمیشم خودم سختی نمیدم اینا اون 500 گرم یاقوت مرا کفایت میکنه مسیر رو که کمتر است و مثلا سختیش کمتر است و امکانش خیلی بیشتر توقع حالا ارزش ندیش کل در خوبه دیگه برای من همون یاقوت 500 گرمی کفایت میکنه اما اگر ما آدمی هستیم که ببینید ما در مباحث روانشناسی یعنی یک سری از آدم ها شخصیتشان است که چالش به اصطلاح از چالش و از ریسک نمی تمایل به تمایل که اهل مبارزن اه و با خودم میگم که که یک کیلومتر را می بروم چرا سه برابرش نکنم که به جای اوس، ببینید یک وقت پسر ده 500 گرم گوته به یک الماس میرسون که چند هزار برابر او پس شش, شش بالاتر بالاست آه. خب حالا, حالا با یک نمی... کم استقامت و یک کم سختی داره آره حتی امکان ببینید حتی امکان داره در اون مسیر جانم را بدم ولی ارزشش داره در یک مقیاس خیلی ساده در اصر زمان خود ما جوان من میگه که پیش خودش فکر میکنه پسر ما دختر جوان ما. با خودش فکر میکنه که اگر من به سمت حضرت زهرا برو دختر خانم جوان من با هجا انتخابم هجاب است هجابی که گرم است هجابی که دست مثلا به ظاهر ممکنه دست پاگیر باشه مثلا از یک سری لذت ها باید از یکی مثلا فرانکار رو نباید بکنم با نامحرم گفتگو نکنم حد حدود شریع را رایت بکنم افاف و حیا و پاکدامنی و حفاظت بکنم و و و و, و. همه اینا سخته همه اینا بسیار اما به چه چی چیزی دست خواهم پیدا کرد بله. به رضایت به محبوبیت و به نزدیک شدن و قرابت به کسی که سیدت و نسائل آلمین است نه فقط این دنیا نه فقط این جوان جوانای ما تلاش میکنن مثلا خانم فلان خانم بازیگر هالیوودی فلان سلبریتی خب او برای چه مدت زمانی سلبریتی است برای پنج سال برای ده سال نهایتا برای سه دهه آه. برای سی سال بعد از اون به ما چی خواهد رسید یک امه. یک پوسترکی میزنیم به اتاقش مثلا فرض کنیم یا نهایتا اینکه یک مثلا دین بزرگترین مثلا فوتبالیستای های نهایتش کسی که طرف رو ببینن یک توپی داشته باشه روی امضا کنن اینم فقط توپ بشه درست. ببینید این انتخاب بین این که من مشقت و سختی ای را می ولی آه. به چیزی میرسم که یعنی من خودم متصل به کسی میکنم که عالم هستی افلاک را من خلق افلاک حدیث قدسی در شن کیست در شن حضرت زهرا دلوقت. همه افلاک برای حالا اگر ما وصل بشم به کسی که خداوند همه هستی رو به خاطر او آفریده بله. با وجودی که سختی داره این ارزش داره این ارزشش بیشتر یا, او. یا مثلا شبیه رونالدو یا شبیه مسی یا شبیه فلان بازیگری بشم که نهایت 10 سال 20 سال 30 سال در اوج است بعد هم تبدیل به یک آدم عادی خواهد شد حالا در قیام امام حسین بیایم بررسی کنیم در قیام امام حسین ببینید من به عنوان یک شیعه میخواهم انتخاب من یک نوجوان انتخاب من انتخاب قاسم ابن الحسن باشه مم. خودم شبیه قاسم ابن بله. بکنم انتخاب من عنوان یک جوان انتخاب علی اکبر باشه آه. انتخاب من به عنوان یک آدم مثلا جا افتاده انتخاب بله. حضرت عباس باشه مم. انتخاب من به عنوان یک مادر انتخاب مادر وهب باشه آه. انتخاب من به عنوان یک خواهر انتخاب حضرت زینب باشه, باشه. خب میتونیم خانم زوری جالبش است که عاشورا نهضت قیام امام حسین همه مقاطع سنی رو همه آدم ها رو و حتی از وهب مسیحی داریم تا خیلی که به امام حسین هیچ محبتی یعنی امام حسین رو به عنوان نواده رسول خدا قبول داشت بله، 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 بله ولی هم همه نوع همه نوع تیف ها رو همه نوع دوران های سنی رو داریم و هر کسی هر کسی جالبش به که یکی از ماندگاری هاش است که هر کسی می تواند در هر جایگاه و در هر مقام و در هر شنیتی است حتی اگر خطای زیاد کرده مثل حور ابن یزید حتی اگر آب رو برای امام حسین بسته و بسیار بسیار پشیمون هست همگی جا برای ورود به این مکتب و این نهزت و این سفره پهن داریم هر فقط مهم نیست که بپذیریم و باور بکنیم که ارزشمندترین ببینید حضرت میفرمایید که ان الحسین سفینه ان الحسین مصباح و سفینه النجات کشتی نجات امت است ممتن. هر کدوم ما در هر جایگاه خود ما در این جایگاه قرار بدیم و بعد ببینید ترازوی کفه ترازو رو بسنجیم بله این طرف ممکن است که ببینید چقدر زیباست و چقدر, ممتن. ممتن. چقدر واقعا دلنشینه که ما یکی از تجلیات بسیار بسیار می شود گفت البته ارزش من مونتا محدود رو ما این تجلی رو در رفتار مردم عراق می بینیم مهم. از ابتدای سال با وجود مشقت های اقتصادی با وجود به اصطلاح مشکلاتی که خودشان را دارن صندوقچه بینیشان جداست تمام یعنی از اول سال با خودش عهد میکنه که مقداری از این ما، مایحتاج یحتاج زندگیش مخمعاشش مخارجش جدا بکنه خاطر چی خاطری که او این ارزش در وجود خودش باور کرده و پذیرفته که انتخاب کرده که قسمتی از مایتاج خودش رو که اومد میتونه بونه خدمت گذاری میکنن برای داره پایان سال فقط به خاطر چی عشق ب... به امام به این معنا که من میخوام به تو نزدیک بشم ابو عبدالله به هم مخاطر ا... اون مایتاج زندگی خودم رو ذخیره میکنم و او رو در راه میزبانی کردن از بانه. زائر تو خرج میکنم و یعنی انتخاب کردن و انتخاب شایسته داشتن زنده باشه تشکر میکنیم و, و ان که در زندگی انتخاب های صحیح داشته باشه و به کمالات انسانی نزدیک شیم سپاسگزار از حضور گرم همه شما عزیزان بیننده موفق باشین و ایام سوگواری را به با همه شما باز هم تسلیت میگم و قبولی ازاداری برای همه شما عزیزان